سلام. این طرحی که اینجا هست در واقع یه مقدار شکل پیدا کرده طرحی که دفعه قبل کار کردیم، ولی قبل از اینکه بریم روی اجرای کامل این طرح که با فتوشاپ هم میخوایم انجام بدیم، میخواستم یه نکته در مورد تکست براتون توضیح بدم. تکست یا مطلب نوشتن روی کارتون، نوشتن دیالوگ یا گفتار بین پرسوناژا توی کارتون، این یه سری مقررات داره، یه سری قوانین داره توی مطبوعات برای خودش و لازم نیستش که الزاماً طراح خودش این تکس ها رو بنویسه. معمولاً طراح باید که تکس های طولانی هست یا از قریه خودشون استفاده میکنن یا اینکه مشترک با این نویسنده این کار رو میکنن. فرض کنید برای این طرح ما بخوایم یه تیتر در نظر بگیریم. خب این جام جهانی هست، فوتبال هست. من کلماتی رو می‌نویسم که برای شروع فکر کردن باید داشته باشیم، نباید گم بکنیم مسیر کلماتو. بعد مسابقه هست، رقابت هست. خب ببینیم چه تیتری رو میتونیم برای این کار بذاریم. میتونه چیزی شبیه، اینجا یه توپ بزرگ داریم، پس میتونه کلمه بزرگ خودش نقشی بازی بکنه. توپ بزرگ یا کار بزرگ یا بازی بزرگ چی میتونه باشه؟ چیزی که یه ارزشی رو اضافه بکنه به این کار، به تماشاگر، به کسی که نگاه میکنه کار، کمک بکنه که بیشتر دریافت بکنه و شاید حتی براش جالب تر بشه. نبرد بزرگ، خب میتونه یه همچین چیزی باشه. در مورد دیالوگ ها، اینکه این افراد میتونن چیزایی بگن، توجه بکنیم که به زور ما نمیتونیم دیالوگ بنویسیم یا تیتر بنویسیم یا تکست، بلکه باید یک ارزشی رو، یک طنزی رو اضافه بکنه به این کار. با یه جمله غلط ما میتونیم حتی اون کار ظریفی رو که انجام دادیم با طنز اونم از بین ببریم. خب برای دیالوگ نویسی البته اینو بعداً جداگانه کار خواهیم کرد، تکنیک‌های مختلفی هست. این آدم میتونه بگه مثلا شما بفرمایید. خب میخوایم یه شوخی جدید اضافه بکنیم توی این کارتون. میگه نه خیر، اول شما. خب این میتونه یه چیزی اضافه کرده باشه به این کارتون، نه خیر اول شما. انگار هم زورشون نمیرسه لغت بزنن، ولی اینو تبدیل میکنن، میپوشونن با اینکه داریم به هم تعارف میکنیم، ولی در واقع خواننده، بیننده متوجه میشه که نه، این دوتا دارن وارد یه داد ستدی دارن با کلمه ها میشن که براش ممکنه با نمک باشه. به هر حال هدف همیشه توی تکس این هستش که هم اطلاعات بیشتری بدیم به بیننده، همین که قدرت تخیل اون رو در مورد این کار اضافه بکنیم. بنابراین خیلی حساسه. میتونیم به راحتی لطمه بزنیم به کیفیت کارمون اگر کلمات اشتباه انتخاب بکنیم. اینو تموم میکنم که بریم دنبال اجرای این کار. در مورد تکس بعداً طی ورکشاپ ها بیشتر صحبت میکنیم. تحریر که درباره فوتبال شروع کردیم، من آوردم اینجا، اسکن کردم، آوردم روی فتوشاپ که با هم دیگه تجربهش کنیم. یه توضیح کوچیک بدم که اینجا روی فتوشاپ من فقط عمل کرده خیلی ساده رو استفاده میکنم توی این آموزش ها، یعنی اینکه فقط تعمیر کردن، تمیز کردن طرح، گذاشتن رنگای اصلی زمینه و احتمال یک دوتا شگرد خیلی کوچیک، چون هدف فقط آموزش هست نه کار واقعا اجرای حرفه‌ای. خب من اول کاری که میکنم رنگ زمینه رو میزنم، زمین فوتبال سبز، این سبزی که من انتخاب کردم. اینجا یه مقدار این طرح هنوز تعمیراتی داره که نظیر این که باعث میشه رنگا خارج بشن، این خطوطی که بسته نیستن. یه بار گفتم بهتون باید موقعی طراحی دقت کنیم که تمام خطوط بسته باشن که رنگا خارج نشن. بنابراین اینو من الان انجام میدم. بازم این تعمیر هنوز انجام نگرفته متاسفانه.
بسیار خوب. رنگای آدم ها رو، رنگ پوست که البته به سلیقه خودتون میتونید رنگ پوست همیشه بسازید، اینجا من از یه رنگ استاندارد دارم استفاده میکنم. بسیار خوب. این اشتباهاتی که میتونه بشه، ما متأسفانه به دلیل کمبود وقت فرصت کافی نداریم برای اینکه بخوایم همین اشتباهات رو اونطوری که لازمه تصحیح بکنیم. خب یه رنگی داخل این توپ تصور میکنم، رنگایی هستش که ما میخواییم داشته باشیم، چیزی شبیه قرمز. میگم من الان خیلی با دقت این کار انجام نمیدم و شاید رنگ سبز. خب اینجا یه چیز دیگه هم بودش که این خطایی که توی زمین میکشن، چون با گچ معمولا کشیده میشه، اینا من اینجا این خطی رو که برای جدا کردن زمین کشته شده اینا عوض میکنم، سفید میکنم. یه کمی سایه تصور میکنم اینجا مناسب باشه ما استفاده کنیم. عرض میکنم اینجا من به حد اقل دارم بسنده میکنم و با سرعتی که ما بتونیم تایی این زمان کوتاهی که داریم این کارو انجام بدیم. بله بسیار خوب. این به شکل خیلی ساده که ما حالا به موقعی که میخواییم با در واقع توی ورکشاپ با هم یه کار بکنیم، اونجا من با دقت بیشتر و توضیحات بیشتر میتونم راهنماییتون کنم برای این کار. بسیار خوب. یه توضیح برای سیف کردن، اولا اندازه رو تنظیم میکنیم اینجا روی ایمیج سایز، بله هستش 300 هستش دی پی و 2000. این 300 اندازه خوبیه هم برای چاپ هم برای استفاده روی وب، همیشه خوبه. فایل رو که میخواییم سیف بکنیم، اینجا ما شکلهای مختلف داریم، میتونیم RGB سیف بکنیم. RGB رنگایی هستن که برای استفاده روی وب مناسبن. برای چاپ روی کاغذ از CMYK استفاده میکنیم. من به همین مختصر بسنده میکنم در مورد کار با فتوشاپ. بقیه مسائل رو روی تی ورکشاپ رو با هم دیگه انجام بدیم. موفق باشید.